خب می‌رسیم به قسمت آخر کالر افکس نوت ها با کاربورد خاص ما یه RGB اسپلیت داریم و یه RGB مرچ قبلا دیدیم که اگر بخوایم به طور مثال یک کورو رو به تصویرمون اضافه بکنیم فقط روی سیاهی و سفیدی تصویر تاثیر بیذاره اگر بخوایم RGB رو تغییر بده چی کار میکنیم؟ میتونیم از طریق RGB سپلیت این کار رو انجام بدیم کاربرد دیگه ای که داره اگر من بیام اینجا میتونم با دابل کلیک کردن روش به کانال های مختلفم به صورت سیاهی سفید نگاه بکنم مثلا ببینم کانال آبی، سبز و قرمز خب من متوجه میشم که کانال آبیم نویز خیلی زیادی داره همونطور که تمام دوربین های دیوی نویز کانال آبیشون خیلی زیاد هست من رو میذارم کنار یه نود بلور به تصویر اضافه میکنم این بلور رو به آر... RGB اسپلیت واسه میکنم RGB اسپلیت رو, رو روی بلو قرار میدم و همونطور که شما اینجا میبینید بلو گرین و رد داریم من این رو بس بکنم به بلو حالا من اگر روی RGB مرش دابل کلیک بکنم شما تصویری که میبینید یه مقدار نرمتر شده و نویز کمتری داره اگر من بیام روی بلور و این رو مثلا بکنمش دو تاثیرش خیلی بیشتر مشخص خواهد شد ببینید من الان نود بلو رو انتخاب میکنم اون رو بایپس میکنم و تاثیرش رو شما هم تو وکتورسکوپ میبینید هم توی آجبی پرید و هم توی لباس مخصوصا اینجاها خیلی مشخصه نویز تصویر رو شما میتونید میتونید باهاش بگیرید و همونطور که قبلا گفتم R و G ما چون چیزی بهشون وصل نیست به این معناست که R و G تصویر بهشون وصله اگر بخوایم کورف ها رو به صورت دلخواه تغییر بدیم به طور مثال کرو ما آر جی یا بی رو تغییر بده من میتونم همین کار رو عینا برای آرجبی اسپلیت و کرو هم تکرار بکنم من میتونم اینجا بیام آرجی بی اسپلیت رو وصل بکنم به کورف حالا به طور مثال اینجا آرج بی اسپلیت رو روی رد قرار بدم بیام توی کرو اینو وصل بکنم به رد و حالا اگر کرف رو جابجا جا بکنم شما میبینید که تصویر من عین همون اتفاقی واسش میفته که انگار من توی پرایمری این کرورم رو کرور ردم رو جابجا جا میکردم بلند شما برای ترکیب کردن یه اندازه ای از تصویر به طور مثال مگه اینجا نخوام اینقدر تصویرم رو قاطی بکنم و انقدر ترکیب رنگم قلیز باشه میتونم این نود رو وصل بکنم به بلند بلند رو وصل بکنم به آر و حالا بگم مثلا به جای یک پنجاه درصد باشه و حالا شما همونطور که بینید تأثیرش خیلی کمتر میشه بلند کلا برای ترکیب کردن نوت ها با همین به میزان دلخواه شما میتونید تصور بکنید که یه جورهایی مثل اپاسیتی میمونه بلند کاربرد آلفا بلند رو که قبلا دیدیم مثل یه بلندی میمونه که یه مپ هم میتونه بهش وصل بشه که این مپ میتونه حالا وینیت باشه میتونه اچ اس ال کی باشه کاربرد اچ اس ال کی رو قبلا با هم دیدیم بخاطر این من توضیح خاصی توی این قسمت راجبش نمیدم من این نوت ها رو پاک میکنم و اما اج دیتکتور اج دی تکتور ما خطوط لبه رو برای ما میتونه پیدا بکنه اینجا من الان میبینم که لبه های ما خیلی کلفتم هم هم بی رو هم بلک اند وایت رو میزنم اندازه رو یه مقدار کمتر میکنم و یه ماکسیموم هم به تصویر اضافه میکنم به این دلیل که میخوام سفیدی هم یه خورده اندازشون یعنی پرکندگیشون کمتر باشه ولی قطرشون بیشتر باشه این رو حالا میام به RGB Blend وصل میکنم من اینجا میتونم این رو یه خورده کمتر هم بکنم مثلا ای یک و حالا اگر من بیام اینجا مسئله یه نود بلار اضافه بکنم به تصویر و این رو وصل بکنم به آلفا بلند ببخشید البته باید دومی وصلش بکنم که به اون قسمت هایی که ما خطوطی که مشخص کردیم فقط اعمال بشه اگر شما الان به تصویر نگاه بکنید این قبلشه و این بعدشه البته قبل از اینه که ما این بلور رو اضافه بکنید اجازه بدید من روی این دابل کلیک بکنم بلور رو انتخاب بکنم بایپاس رو روشن خاموش بکنم شما میبینید خطوط تصویر یه خورده نرمتر میشن علت انتخاب من از اج دیتکشن و اینی که گفتم براتون توضیح بدم اج دیتکشن رو به این علت هست که تصاویر دیمی دیوی معمولا خیلی تند و تیزن اصطلاحا مدیر فیلم مدارش میگن خیلی زخ تصاویر دیوی حالا زخ چی میشه توی زبان فارسی این رو دیگه بعد از خودشون بپرسید ولی برای جلوگیری کردن از این زخ بودن شما میتونید یه اج دیتکتور بذارید اج دیتکتورتون وقتی خطوط رو پیدا کرد بگید فقط این خطوط رو برای من نرم کن و فقط این خطوط رو برای من تار کن و حالا مثلا ممکنه یک هم خیلی زیاد باشه شما بگید نیم کافیه و وقتی آلفا بلند رو شما روشن میکنید میبینی که الان توی تصویر دیگه ما لبه های به اون تیزی نداریم این کار علل خصوص زمانی که تصویر شما میزنه توی تلویزیون شما دیدین که خطوط خیلی کوچیک و خیلی باریک توی تلویزیون فلیکر میکنن و دائم روشن خاموش میشن با اج دیتکتور شما میتونید جلوی این مسئله رو بگیرید و از این حالت الان شما میبینید تصویر خیلی نقاط تیز زیاد داره تبدیلش بکنید به این حالت خب امیدوارم از بخش کالر افکس خوشتون اومده باشه و یه مقداری هم قضیه رو سخت نگیرید باور کنید کالرفکس از اون چیزی که به نظر میاد ساده تره و مثل یه حیولای بیشا خودو ماش برخورد نکنید خب میریم سراغ بخش بعد